کمخونی چیه؟ از کجا باید تشخیصش بدیم و چه علائمی داره؟ تو این ویدیو میخوایم خیلی کامل و به زبون راحت راجع به این موضوع کمخونی با هم دیگه صحبت بکنیم. دوست عزیزم سلام، به کانال نرس مینا خوش اومدین. تا انتهای ویدیو رو ببینید که مطالب به شدت آموزنده است و به درد کوچیک و بزرگ و زن و مرد و پیر و جوان میخوره. و خوشحال میشم که اگر کانال ما رو هنوز ساب ندارین سابسکرایب بکنید که از بقیه آموزش هم بتونین استفاده بکنید. اول از همه این کمخونی چیه؟ از کجا باید تشخیصش بدیم؟ کمخونی یه سری علائم رو توی بدن شخص به وجود میاره، مثل سردی دست و پاها، مثل احساس خستگی، رنگ پریدگی، تنگی نفس و افزایش ضربان قلب و تپش قلب. خب چرا این اتفاق اصلا میفته؟ و من اول بیام اینو توضیح بدم که خون ما از چی تشکیل شده. ببینید خون ما شامل گلوبول سفید، گلوبول قرمز، پلاکت و یه مایعیه که این سه تا سلول رو داخل خودش هم میکنه به اسم پلاسما. گلوبول سفید وظیفه ایمنی بدن رو داره و در مقابل حالا عوامل خطر میاد از بدن دفاع میکنه. پلاکت هم وظیفه‌ش اینه که وقتی ما یه جایی از بدنمون زخم میشه سریع خودش رو برسونه اونجا و باعث لخته شدن اون خون بشه و خونریزی رو قطع میکنه. و اما گلوبول قرمز که ما تو این ویدیو با گلوبول قرمز کار داریم وظیفه اکسیژن رسانی رو به عهده داره و باعث میشه که این اکسیژنی که ما توی تنفس وارد ریه هامون میکنیم به همه جای بدنمون برسه، یعنی همه سلول های ما به اکسیژن نیاز دارن. خب حالا این گلوبول قرمز به خاطر اینکه آهن هم داخلشه باعث میشه که رنگ خون ما قرمز بشه، به خاطر همینه که خون شما به رنگ قرمزه. حالا وقتی که این گلوبول های قرمز تعدادشون کم بشه این علائم تو بدن ما به وجود میاد و اگر که این اکسیژن کم به بدن ما برسه، خب اگر به ماهیچه های ما اکسیژن کمی برسه باعث میشه که ما دچار خستگی و بدن درد بشیم. اگر به سلول های مغزی ما اکسیژن کمی برسه باعث میشه که دچار آلزایمر بشیم، دچار وسواس فکری بشیم، قدرت یادگیریمون بیاد پایین تر. حتی من یه موضوع جالبی حالا یه خاطریه براتون تعریف بکنم. من هم وقتی که توی دوران دبستان بودم یکی از همکلاسی های من همیشه بدنش یخ یخ بود و هیچی یاد نمی گرفت، یعنی این بچه نه رنگ داشت به صورتش و یخ یخ و هیچی هم قدرت یادگیری نداشت و همه از دست این شاکی بودن که چرا تو درس نمی خونی، چرا یاد نمی گیری این صحبت ها. تا اینکه حالا ما اون موقع مربی بهداشت داشتیم، به توصیه مربی بهداشت رفت آزمایش خون داد و مشخص شد کمخونی به شدت زیادی داره و حالا توی درمانی که انجام داد بعد از چند ماه از این رو به اون رو شد. هیچ که باورش نمیشد که کمخونی بتونه این بلا رو سر این دختر بیاره و حالا بعد از اینکه درمان شد کلن شرایطش تغییر کرد، یادگیریش بهتر شد، تو درساش پیشرفت کرد و حالا رنگ و روش هم بهتر شد. پس این کمخونیه میتونه باعث رنگ پریدگی ما بشه، قدرت حافظه رو میاره پایین تر چون اکسیژن به مغز نمیرسه و یه سری از اندامای ما مثلا قلب میگه که خب حالا که اکسیژن به همه جا نمیرسه نکنه من کارم رو خوب انجام نمیدم و میاد سرعت ضربان رو بیشتر میکنه. به خاطر همینه که شما تپش قلبتون رو احساس میکنیم یا ریه ها میان که نکنم اکسیژن کمی رو دریافت میکنیم، میان حجمشون رو زیاد میکنن و شما که اکسیژن بیشتر رو دریافت بکنم. برای همینه که شما گاهن احساس تنگی نفس هم میکنیم. اگر که چند تا پله رو برین بالا باعث میشه که زود خسته بشه، نفس نفس بزنیم و خب این کمخونی فقر آهن باعث میشه که اندام های ما دچار اختلال بشن. اما توی خانوم هایی که هر ماه پریود میشن و توی بچه ها این کمخونی فقر آهن شایعه. چرا؟ به خاطر اینکه خانوم ها توی عادت ماهیانه شون یا خانوم هایی که حالا طی دوران زایمانشون خون رو از دست میدن امکان داره که دچار این کمخونی بشن و
صرفا به تغذیه بر نمیگرده. اینکه ما بیایم بگیم که خب حتما گوشت و مرغ نخوردی، حتما عدس استفاده نکردی، حتما حبوبات کافی نخوردی که دچار کمخونی شدی، نه. بعضی از کمخونی ها میتونه به خاطر تغذیه باشه، بعضی هاش میتونه ارثی و ژنتیکی باشه و دلایل مختلفی میتونه حتی به خاطر یک سری از بیماری ها باشه. مثلا کسایی که فاویسین دارن، خب اگر که باقالی استفاده بکنن گلوبولای خونشون پاره میشه. کسایی که حالا کمخونی مینور دارن، ماژور دارن، تالاسمی دارن، اینا انواع کمخونی ها هستش که دلایل مختلفی داره. اما اگر یه آقایی هستین که هیچ مشکلی هم ندارین و خونی هم از دست ندادین، دلیل نداره که دچار کمخونی فقر آهن بشین. و اینجا خیلی زیاد باید شک بکنین به سرطان روده بزرگ، چون این مشکل هیچ علائمی رو از خودش نشون نمیده. و اگر که حالا شما دچار کمخونی شده باشین که میتونین برین پیش پزشک براتون آزمایش بنویسه و توی آزمایش خون از تعداد RBC ها، تعداد هموگلوبین خون، اینا مشخص میشه که آیا شما کمخونی دارین یا نه. و اگر کمخونی داشتین و هیچ علائمی هم واسش، هیچ دلیلی هم واسش پیدا نکردین که چرا کمخونی دارین، باید برین کولونوسکوپی رو انجام بدین و به سرطان روده بزرگ مشکوک بشین. حتما اون ماجرا رو بعد پیگیری بکنین. و برای درمانش هم کافیه که شما رژیم غذایی درستی داشته باشین، از مکمل‌های آهن استفاده بکنین. مخصوصا توی ایران بچه‌ها و دختر خانم‌ها به خاطر عادت ماهیانه‌شون دچار کمخونی‌های خیلی زیادی هستن، پس حتما هر هفته یا ماهیانه قرص آهن رو فراموشتون نشه، از مکمل‌ها استفاده بکنین، رژیم غذایی درستی داشته باشین که این مشکل کمخونی از بین بره. ممنون که تا همراه من بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک بکنین، بهم انرژی بدین و من این کامنتاتون رو میخونم. خوشحال میشم کامنت بذارین که من متوجه بشم راجع به چه موضوعات دیگه باید براتون تولید محتوا بکنم. بهم حالا ایده بدین، یا اگر راجع به موضوعی هست که میخواین واسه تون ویدیو بگیرم حتما بهم بگین.